سلام، خیلی خوشحالیم که برای 39 جلسه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. کتابی که در این جلسه قصد معرفیشو داریم، کتاب بسیار زیبا و خواندنی بازمانده روز، اثر آقای کازاوشیگورو و ترجمه بسیار روان، دلنشین و همچنین یه مقدار با توجه به اصل متن لطیف آقای نجف دریابندری، یا به عبارت دیگه استاد نجف دریابندری هستیم. خب منم کتاب رو به انگلیسی خوندم، The Remains of the Day، کازو ایشیگورو. آقای ایشیگورو نویسنده ژاپنی انگلیسی هستند. سال 1954 در ناگاساکی در ژاپن به دنیا میان و 5 سالشون که میشه، پدرشون که اوشیانگرافر بودن یا اقیانوس شناس بودن، برای پروژه تحقیقاتی انگلیس دعوت میشن و با خانواده میرن انگلیس و دیگه اونجا ماندگار میشن. یعنی پدرشون تا 30 سال دیگه بر نمیگرده به ژاپن و کازو ایشیگورو اونجا دانشگاه میره. لیسانسشون لیسانس ادبیات و فلسفه بوده، فوق لیسانسشون هم در رشته کریتیو رایتینگ یا نگارش خلاق بوده و شروع میکنن به کتاب نوشتن. جوایز خیلی زیادی بردن، از جمله جایزه بوکر رو که برای این کتاب دریافت کردن سال 1989 و سال 2017 هم جایزه نوبل ادبیات رو دریافت کردن و خیلی از جوایز دیگه. حالا کتاباشون که بخونین، خیلی کتابای قطور و پیچیده‌ای نیستش، ولی یکی دو تا کتاب که ازشون بخونین متوجه میشین که این همه جوایز رو برای چی دریافت کردن. آقای کازو ایشیگورو همسرشون از منتقدین اصلی کتاباشون هست. من خیلی برای من جالبه این نویسنده ها همسرشون چه نقشی دارن در نوشتنشون و میگن که همسرشون توی خود یک از مصاحبهاشون گفتن که همسرم همیشه میگه حالا فکر میکنی چون این همه جایزه بردی هیچ کس جرئت نداره مثلا نقد کنه کتاباتو، ولی من نقد میکنم و خیلی از نقداشون رو هم تغییراتی رو اعمال میکنه آقای ایشیگورو در کتابشون. و یه دونه دختر دارن که نائومی، که دخترشون هم الان به نویسندگی مشغول شده. کتاب سبک خاصی داره، از قالب اول شخص مثل کتاب بازمانده روز داره یک موقعیت رو مطرح میکنه، ولی به قدر این کتاب انسان رو درگیر خودش میکنه، در قالب شخصیت یک سرپیش خدمتی باتلر انگلیسی کل داستان داره روایت میشه. حالا سوای این که در بیان داستان چه چیزهایی رو ما داریم، در دل داستان چه چیزهایی رو درک میکنیم و کشف میکنیم و باش همراه میشیم، خود سبک نگارش و خود سبک توصیف موقعیت‌های مختلف کتاب موجب شده بود که حتی من که داشتم کتاب میخوندم یه لحظه به خودم اومدم دیدم داشتم چایی میخوردم، یه شکلات خوردم و معمولا من پوست شکلات رو میندازم روی میز، وقتی کلا تلمبار شد همچیز با هم میرم میندازم سطل آشغال، ولی قشنگ شکلاتی خوردم پوست گرفتم تا کردم با دماغ دوب بالا و چشمهای نیمه قمار پوست رو برداشتم رفتم اینجا انداختم تو سطل آشغال. یاد نستور افتادم تو تنتن و میلو، اون پیش خدمتشون که همیشه شق و رق واسده بود، منم همیشه شق و رق یک دو سه روز همیشه شق و رق میرفتم و واقعا کتاب خود من روی فیزیک بدنی من و روی آدمو میگیره. دقیقاً حالا منم همینطوری وسط کتاب پاشیدم یکم استراحت کنم، دیدم که خود به خود پاشیدم به تمیز زنگوله نقره‌ای دارم از جیپور گرفتم. چند سال اینو من برق ننداختم، دیدم شروع کردم به برق انداختم، گفتم دارم چیکار میکنم الان، مفصلانم که درد داره، الان شروع کردم خود به خود به تمیز کردن. اما در مورد شخصیت خود این سرپیش خدمت، من به شخصه خب شخصیتش مرتعید من نیست و فکر میکنم فقط یک انگلیسی میتونه یه همچه شخصیتی رو داشته باشه. خوشم در جاهای مختلف عنوان میکنه که مثلا یه فرانسوی یا یک شخص دیگه از اروپا، اصلا کلن غیر از اروپا که جز دنیا حساب نمی کنن، نال دنیا اول خودشون، غیر از اون نمیتواند یک غیر از یک انگلیسی نمیتواند یه سرپیش
پیش خدمت بشه. واقعا هم درک خیلی از مسائل برای من سخت بود و اومدم با خودم تمدن که مثلا مطرح میکردم، خب چون ایشون مدت ها اونجا زندگی کردیم چیزا برش ساده است، ولی من نمیتونستم درک کنم که چطور میشه یک انسان چنان در قالب شخصیتی شغل خودش فرو بره که دیگه تمام اون عواطف انسانی رو نه تنها تحت کنترل داشته باشه بلکه احساسشون نکنه. این خیلی حرف سنگینیه که چطور تونست یک نفر اینقدر تو قالب خودش فرو بره. طبعا یه انگلیسی سرپیش خدمت به خاطر همین هم تو دنیا وقتی صحبت از باتلر میاد اولین چیزی که آدم تو ذهنش میاد یک سرپیش خدمت انگلیسی. دقیقا به همین دلیل باتلر رو انتخاب کرد، یعنی میخواسته یه فرد کاملا انگلیسی رو انتخاب کنه و باتلر یه استریوتایپ خاص خودش رو داره و تو اروپا وقتی میگین باتلر اول یه باتلر انگلیسی تو ذهنشون میاد، پس اومده یه فرد تیپیک انگلیسی رو انتخاب کرده به دو سه منظور. یکی این که میخواسته توی این داستان تأثیر اون ایموشنال ریسترینت رو نشون بده، یعنی آدم ها چطور میان از لحاظ احساسی خودشونو کنترل میکنن خیلی جاها به خاطر ترس از این که یه وقت مثلا دلشون بشکنه یا اون کسی که بهش امید دارن مثلا یه رابطه داشته باشن پشت کنه به اینها و اینجور مسائل، و خیلی وقتها میان خودشونو پشت اون شغل و حرفشون قایم میکنن. این چیز کاملا به نظر ایشوگورو کاملا انگلیسیه. ایشوگورو میگه که از اونجایی که خب تو انگلیس به دنیا، یعنی به دنیا که نمیده بزرگ شده، ولی توی خانواده ژاپنی یه مقدار با یه دید متفاوت مسائل انگلیس رو میتونه ببینه و اینو میخواسته بگه. میگم با نگفتنا خیلی چیزا رو میگه توی کتاباش، یعنی کاملا مشخص نمیگه ولی با توصیفاتش آدم خودش خیلی چیزا زیر سوال میبره. یا این ایموشنال ریسترینتی که توی انگلیس هست، توی فرهنگ انگلیس هست، جای دیگه هم هست، حالا توی انگلیسی مقدار پررنگتر، چه عواقبی رو داره، چه چیزایی رو آدم ممکنه از دست بده، چه لذات زندگی رو از دست میده و آیا این خوب هست یا نه. یه دلیل انتخاب باتلر توی این کتاب این هست. نکته جالب اینه که انگلیسی ترین کتاب انگلیسی که من خوندم نویسندش ژاپنی. این تناقضی که در درون کتاب آدم باش متوجه میشه و جالب که در قالب بیان این کتاب مطالب این خاطرات این پیش خدمت که بخش عمدش برمیگرده به همین، اصلا جالب کتاب وقتی دستت میگیری میبینی در مورد مسئله خیلی ساده داره صحبت میکنه. نحوه چیدمان قاشقا، نحوه برق انداختنشون، چه نوع جوهر خاصی استفاده میشد قبلا برای برق انداختنشون، و در مورد شغل خودش تشخص ایگنیتی به قول شما خیلی داره صحبت میکنه. و در کنار این صحبت هایی که در داخل کتاب هست، نویسنده تلنگورهای خاصی هم با آدم میزنه، میگه خب یه نگاهی به اینجا بنداز، یه نگاه اینا، این تلنگورها یه ذره ذهن منم بیشتر از حد درگیر کرد، شاید اگه قشنگ اومده توضیح داده بود اینقدر درگیر این مسائل نمیشدم، ولی وقتی که اومد فقط یک اشاره کوچک میکنه خواه ناخواه میری فکر میکنه، میگه اه خب از این دید هم میشه به این قضیه نگاه کرد. مثلا یکی از نکاتی که داره مطرح میکنه در مورد همین رفتار لورد دارینگتون در مورد آلمانه. بعد از جنگ جهانی اول خب کشورهای پیروز خیلی ظلم زیادی در حق آلمان کردن، جرایم خیلی زیادی ازش میگرفتن و بخشی از کشورش آلمان رو بخشیدن، بخش دیگه رو تحت اشغال خودشون نگرشته بودن. خب لورد دارینگتون با اون نجابت اشرافیت خودش اعتقادش بر این بود که مثلا کسی که شکست دادیم دیگه لازم نیست بیایم تحقیرش هم کنیم، اونا شکست خوردن پس بیایم انسانی تر باشون برخورد بکنیم. دقیقا میگه که یک جنتلمن با دشمن خودش رفتار درستی داره. و خب بعد من این مثلا این نکته رو مطرح میکنه، بعد آدم میاد فکر میکنه میگه آها، پس وقتی که تحقیق میکنی، وقتی که یه تفکر میکنی متوجه میشه که آلمان نازی اونجوری نبود یه نفر پاشه دیوونه ای باشه بیاد بگه ملت ببینیم دنیا رو زیر رو کنیم، نه، عواملی موجب شده بود که این اتفاق بیفته، ملتی تحقیر شده بودن و به خاطر اون تحقیر نیاز داشتن که قدم بردارن، نیاز داشتن که یه رهبر مقتدر، قدر یک رهبر مقتدر بدونن. جالبه من وقتی تاریخ آلمان رو مثلا نگاه میکنی شما میبینی مثلا پنج سال اول حکومت
هیتلر صحبت سر این بود که ما چگونه بتوانیم فقر غذایی مردم آلمان به خصوص در زمینه چربی رو برطرف کنیم. مثلا مارگارین از همونجا به وجود اومد، یعنی اینا 5 سال زور زدن، 5 سال کار کردن که بتونن حداقل مردم آلمان مشکل چربی نداشته باشن. و این کشور بعد رسید به یه حدی که گفت خب حالا آن چیزایی که از من گرفتید رو میخوام. ولی معمولا تاریخ از طرف افرادی که پیروزن نوشته میشه. یکی دلایلی که نمیخوام زیاد واردش بشن اینه که دوباره اون مشکلات باز نشه دیگه، مطرح نشه. و ولی بعد از جنگ جهانی دوم دیدیم که دیگه اون رفتار رو نداشتن، دیگه آلمان به عنوان کشور خاک بر سر نیومدن ازش کاملا سوء استفاده بکنن اونجوری که تو جنگ جهانی اول انجام دادن. یه کشور برابر با خودش قوانین و محدودیت. خب این خیلی خوب بود، ولی واقعیت اینه که اگه بخوایم تاریخو واقع‌گرایانه نگاه بکنیم اینجوری هم که نیست. ولی تو کتاب خیلی قشنگ اومده این مسئله رو مطرح کرده، برخلاف خیلی از کتاب‌های دیگه به خصوص کتاب انگلیسی ما اینو نمی‌بینیم، همیشه جنبه‌های منفی رو داریم می‌بینیم، هرچند یکی به نعل میزنه یکی به میخ. اما برای ذهنی که دنبال کنجکاوی باشه و دنبال نگاه کردن باشه میتونه در اون مایه های واقعی این اتفاقات که در گذشته افتاد و در داخل کتاب کشف کنه. پس یه سری اشارات تاریخی داریم. اینه اول که من کتاب رو شروع کردم میگم نگارش ایشوگورو فوق‌العاده برای من جذابه. اول که شروع کردم دیدم که خب یه سری چیزای باتلر یا یه سر پیش خدمت من یاد نمیگیرم داره تعریف میکنی، گفتم خب من بدن حوصله‌ام سر بره، خب چرا حوصله‌ام سر نمیره. اینجوری نوشته که داره مثلا وظایف روزانه خودش رو تعریف میکنه، بعد بهش میگن که خب حالا چند روزی با ماشین برو، توی راه که داره رانندگی میکنه خاطرات برمیگرده، خاطرات شغلش، رئیس سابقش لورد آرلینگتون، بعد یواش یواش یه سری اتفاقای تاریخی رو بیان میکنه که اسم بردیم. حتی یه سری افراد واقعی از نام برده میشن توی این کتاب، مثل هر ریپنتروپ که از آلمان میومد و لورد دارلینگتون مثلا میره برلین برای مذاکراتش. خود این لورد دارلینگتون ظاهراً یک مشابه انگلیسی هم داره. خود لورد دارلینگتون خب یک شخصیت داستانی هستش، ولی اینو از لورد لندندری گرفته، یعنی یک شخصیت واقعی، یکی از این اشرافزادگان بود که اون زمان هنوز اشرافزادگان توی تصمیمات سیاسی توی انگلیس نقش داشتن و یه مقدارم طرف آلمان رو میگرفته، که اینا رو ما صحبت میکنیم توش، در موردش صحبت کرده. در مورد لورد هالیفاکس که یک شخصیت خیلی خیلی مهمی بوده بین جنگ جهانی اول دوم توی انگلیس در دهه 20 از ایشون اشاره میشه. حتی توی این چیز، توی این خونه که خدمت میکرده یه سری چرچیل میاد، یه سری شاعرای انگلیسی میان، یه سری افراد واقعی رو ازشون نام برده میشه. پس اینجا یه مقدار تاریخ رو آورده باز دوباره خیلی غیر مستقیم. و یه قسمتی که برای من خیلی جالب بود توی کل داستان، یه طورایی داستان این باتلره داستان اشرافزادگان انگلیسی، نه همینطور که اهمیت این باتلره میاد پایین، شغلش با گذشته زمان، اشرافزادگان هم نقششون توی انگلیس همین شکلی میاد پایین، یعنی دیگه به مرور دیگه اهمیتی نداره مثلا نظرشون توی تصمیمات سیاسیت ما. توی سال مثلا 1911 بود که اون قانون پارلمان که گذروند که دیگه اینقدر قدرت نداشته باشن توی تصمیمات اصلی سیاسی. و بعد از جنگ جهانی اول هم که یه مقدار مالیات سنگینی رو از اشرافزادگان خواستن که باعث شدش که خونهای خیلی بزرگشون، استیتاشون رو بفروشن یا حراج بذارن، و اون اشرافزادگان خیلی نقششون کمرنگتر شد. همین اتفاقی که برای لورد دارلینگتون افتاد، به خصوص حالا بعد از اون اشتباهی که کرد، اون اعتمادی که میکرد به آلمان، و بعد دیگه خب اون استیت فروخته شد. یعنی یه داستان یه باتلر نیست، داستان اریستوکراسی هست، داستان اون موقعیت انگلیس هستش بعد از جنگ جهانی اول و قبل از جنگ جهانی دوم، و یه سری مسائل دیگه که حالا در موردش صحبت میکنه. یکی از نکات دیگه که تو کتاب خیلی در موردش صحبت داره میکنه و خیلی تاکید داره بحث تشخص، دیگنیتی.
خیلی داره صحبت میکنه. چه شخصی تشخص داره؟ یک باتلر چجوری میتونه به تشخص برسه؟ البته یه ذره نظرات افراطی هم در داخلش وجود داره. مثلا یک جایی داره عنوان میکنه که میگه شما بدونی که به یک ارباب بزرگ خدمت کنی به تشخص نمیرسی. جایی دیگه عنوان میکنه همین که جلوی مردم لباس در نیاری به معنی تشخصه. این بعد از مدت ها که قضیه گذشته بود و حالا دیگه سخت سرپیش خدمت با یک تعداد کرو نفرات خیلی کمی بود در خدمت آمریکایی به این نتیجه رسید. ولی صحبت هم تشخص وقتی داریم در مورد صحبت میکنیم، اشراف زادگی، نجیب زادگی، تو صحبت تو داستان کتاب ما اینجا داریم که یک شخص آمریکایی میاد تو یک جلسه اینا دو روز بازی در میاره، در جلسه ای که پشت درهای بسته فقط برای آشنایی ملل با شرایط و مشکلات آلمان تحت اشغال دارن صحبت میکنن در لاینتون که بتونه مثلا فرانسوی ها مجاب کنه که بابا بین یه ذره بینا آسون تر بگیریم. اینجوری خیلی دارن اذیت میشن. بسیاری از کسایی که ما باشون جنگیدیم هر نمیدونم چی و فلانی هست اصلا خودشون رو کشتن به خاطر که کشورشون اینقدر اصلا پاشیده شده. و اونجا آمریکایی برمیگره میگه شما همتون آماتورید و این نجابت و این اشرافزادگی شما دارید میگید اصلا تو دنیای واقعی دیگه وجود نداره. واقعیت اینه که دنیای حالای ما شده دنیای منافع، همه دنبال منافع خودمونیم و بر مبنای منافع تصمیم گیری میکنیم. اون موقع خب یه من چیز به اسم شرافت و نمیدونم رفتار جنتلمن مابانه هم ملاک بود. البته من هم اعتقاد دارم انگلستان هم مجلس عوام داره هم مجلس خواص، یعنی تونسته اون باز هم افراد خاص خودشو نگه داره. افرادی که چیره دستن در بعضی از امور شاید که دلایلی که سیاست خارجیش و پرستیژ دنیا هنوز حفظ شده همین قضیه باشه. با لغت دیگنیتی من یکم تو ترجمه فارسیش خیلی مطمئن نیستم که این لغت حالا معادل دقیق داشته باشه یا نه. لغت دیگنیتی که ریشش از دیگنیتاس لاتین میاد یعنی worthy، با ارزش، یعنی این که احساسی که طرف بکنه که الان من کار من رفتار من از ارزش بالای برخوردار هست یا نه، که به همون میزان بقیه به من احترام بذارن و به خصوص من بتونم از درون به خودم احترام بذارن. به این میگن دیگنیتی. و این استیونز باتلر احساس میکنه که برای باتلر خوب بودن آدم باید از دیگنیتی بالایی برخورد باشه، یعنی بتونه در تمام شرایط هر چقدر سخت باشه بتونه از بیرون خودشو حفظ کنه، کنترل کنه. خود واقعیش یک باتلر واقعی تنها وقتی هستش که تنها تو اتاق خودش آخر شب باشه. غیر از اون باید همیشه اون فیس خودش رو نگه داره. میخواد هر چی باشه روی احساسات خودش کنترل داشته باشه. دلیلی هم که ایشیگورو این باتلر رو انتخاب کرده برای این داستان یه مقداری اون چیزی که میخواسته زیر سوال ببره اون کنترل احساسی هستش که اینجا مثلا با از خانم کنتن، میس کنتن که هاوس کیپر اون خونه آقای دارلینگتن بوده، اگر به یه فردی علاقه من میشه باید خودشو کنترل کنه، احساسات خودشو بیان نکنه، طرف مقابل رو تشویق نکنه. یک باتلر ازدواج نمیکنه، حالا از نظر ایشون وفادار میمونه، روی احساساتش کاملا کنترل داره از ترس اینکه حالا یه جاهایی ممکنه که این عشق و علاقه که داره مثلا دو طرفه نباشه یا احساساتش مثلا جریدار بشه و غیره، که به نظر آقای ایشیگورو خصوصیت خیلی انگلیسی هستش. یه دلیل انتخاب باتلر و این دیگنیتی تو این داستان همینه. اصلا خیلی جواب من نمیتونم با شخصیت داستان ارتباط برقرار کنم، جایی که اصلا احساساتی از خوش بروز نمیده، کنترل رفتاری که با اون میس کنتن داره و شما نگاه میکنه مثلا میخواد بره تسلیت بگه ولی دقیقا میره مثل یه انسان مازوخیست شروع میکنه با آزار دادنش در مورد مسائل کاری، همیشه دنبال یا اونجا که از اتاق میندازتش بیرون. این اون نقطه هاییه که میگم ما فرهنگمون کاملا با اون فرهنگ متفاوته. هیچ وقت ما نمیتونیم اونقدر جذب شغلمون بشیم و جذب اون اعتقادمون بشیم که مفاهیم اجتماعی خودمون رو فراموش کنیم و به اونها توجه نکنیم. یکی از نکات دیگه ای که تو کتاب خیلی جالبه، میگم شروع میره تلنگر میزنه بعد میره دنبال کارش، حالا تو رو میندازه تو این برهوت واقعیت با تناقضای خودت درگیر میشی. یک جایی که اینجا برای من مثلا دچار تناقض شدم بحث دموکراسی بود. من خودم کاملا به دموکراسی اعتقاد دارم.
ولی بعد میاد صحبت میکنه میگه خب این دموکراسی ببینید چه بلایی سر بعضی از کشورها آورده. شما یه طرح مثلا میدی نیاز داری این طرح سریعا تصویب بشه، میره تو راهروهای مجلس و در نهایت از یک جایی در میاد که نباید در بیاد، یه چیزی میشه که اصلا یه کاربردی نداره. و چرا نباید بذاریم که سیاست و کنترل شما دست اونایی باشه که برای این کار زاده شدن؟ خب من معتقد به دموکراسی هم و معتقد به اون اشرافزادگی و آریستوکراتی نیستم، اما وقتی میام تو دنیای واقعیت نگاه میکنم میبینم بعضی از دموکراسی نیاز به فرهنگش هم داره. به عنوان مثال شما توی سوئیس میان رأی گیری میکنن که آیا پولی که دولت اضافه داره بین مردم تقسیم بشه یا نه. طبعا این رأی گیری تو ایران میشد همه گفتیم آقا هیچی بیشتر از اونم به ما بده، ولی اونجا میگن نه. یا مثلا شما تصور کن توی الان کشورهای خارجی بعد از تجربه تلخشون تو افغانستان متوجه شدن که آقا این کشور قابلیت دموکراسی نداره، حتی بهتره تحت حکومت طالبان خشن قرار بگیره ولی اینجوری نباشه، کش و کشتار موقع کمتره. کشوری که دو بار طالب ریاست جمهوری انتخاباتش برگزار شده تو دوباره نتونستن یه رئیس جمهور انتخاب کنن، تناقض بینشون هست، میگن که الان دو تا رئیس جمهور دارن، این کشور پختگیش نداره، برای همین ترکش کردن دارن میان بیرون. یا مثلا اینیتر حکومت چین با بزرگترین دموکراسی دنیا حکومت هندوستانه، کدوم رشد اقتصادی بیشتری داشتن؟ کدوم مردم توشون در رفاه بیشتری دارن زندگی میکنن؟ آیا نیاز است مردم بیان تو سیاست‌های خارجی و تو مسائلی که اصلا بهشون ارتباطی نداره دخالت بکنن؟ بهتر نیست این قضیه رو بسپاریم به دست اهل این کار و خودمون از این زندگی که دور برنامه است لذت ببریم؟ ببینید اینا فکرهایی که تو ذهن من میاد با خوندن با ادله‌ای که در داخل این کتاب دیالوگی که بین لرد و افراد دیگه هست و در یک صحنه قرار میگیره تو ذهن آدم میاد، به معنای قبول کردن و یا رد کردن نیست، یک دوگانگی اینجا پدید میاد که نشون میده که اول باید ببینی زیرساخت چیه و بعد بر مبنای زیرساخت تصمیم میگیری. نمیتونی بیای بگی که آره اون کار قشنگی من بیام اون کار انجام بدم، اول ببینم من توانایی اونو دارم، من تو موقعیت اون هستم که بتونم اون کار انجام بدم و بعد بیام در موردش تصمیم گیری بکنم. خب این یه صحبتی بودش که مهمان آمریکایی که داشته اول مطرح میکنه که آیا واقعا شماها شما اریستوکرات ها یعنی میتونین تصمیمای بزرگ رو برای کشور قاره و جهان بگیرید یا اینکه اصلا شما این کاره نیستین. و بعدنها هم که حالا بعد از سالها که خود استیونز میره توی اون روستای دکتر کارلایل در مورد یه جوان خیلی فعال سیاسی اجتماعی فکر کنم هری بود اسمش صحبت میکنیم که آره هری همش داره سعی میکنه که همه رو چیز کنه که وارد بحثای سیاسی بشه، ولی هر کسی یه کار رو باید به عهده بگیره. یعنی اینجا یه مقدار سوال اینه که واقعا کی میتونه در مورد مسائل سیاسی اون بالا، آیا همه مردم میتونن تصمیم بگیرن یا افراد خاصی فقط میتونن تصمیم بگیرن؟ این یکی از مسائلی بود که اینجا الان مطرح شد. آقای طولی هم یکی دو تا مثالم در موردش زدن. خب استیونز باتلر اعتقاد داره برای اینکه آدم یه باتلر خوب بشه باید فقط این مهم نیست که کارشو خوب انجام بده، مهم اینه که برای کی داره کار میکنه. پس یعنی نحوه کار کردن اینقدر مهم نیست که به چه هدفی داری این کارا رو انجام میدی. و یه باتلر خوب کسیه که بتونه برای لردی کار کنه که اهداف والایی داشته باشه برای مملکت. اون وقته که مثلا حالا تمیز کردن و چیدمان میزش اهمیت پیدا میکنه. و برای همینم استیونز توی داستان یه اطاعت کورکورانه از لرد آرلینگتون داره، چون کاملا بهش اعتماد میکرده. هر جایی وقتی که برادرزادش بکنن یا پسرخواندهش بود میاد با استیونز میخواد در مورد سیاست های لرد آرلینگتون صحبت کنه، اصلا نظر نمیده، یه من اعتماد دارم مطمئنم هر کار میکنه درست هستش. یه جایی که مثلا لرد آرلینگتون تصمیم میگیره به خاطر افکار آنتی سمیتیزمی که داشته، ضد یهودی که داشته، میخواد دو تا از خدمه خودشو اخراج کنه و خانم کنتن مخالفت میکنه، باز دوباره میگه نه چون لرد آرلینگتون گفته پس حتما درسته. نه هیچ جایی خودش تصمیم نمیگیره برای کارا، اعتماد کامل داره. و بعدنها که لرد آرلینگتون که گفت از لرد لندندری گرفته شده محاکمه میشه به خاطر سیاستای طرفدارانه آلمان، پرو جرمن بوده یه مقداری، و بعد افسرده میشه توی داستان و بعدن فوت میکنه. این زیر سیاست هاش زیر سوال میره. این استیونز میاد یه سری چیزها رو زیر سوال میبره.
اینکه واقعا درست بوده که کاملا اعتماد میکرده. یه جایی که صحبت میکنه با یه نفری بهش میگه که خب یه سری اشتباه ها رو مرتکب شد آقای تیز دارلینگتون، و استیونز میگه خب حداقل این توانایی رو داشته که اشتباهای خودش رو بکنه، من حتی اشتباهای خودم رو هم نکردم، این مگه اشتباهی کردم اشتباه کسی دیگه ای بوده، یعنی اینقدر نبودم که بتونم خودم اشتباه خودم رو مرتکب بشم. و این قسمت داستان یه مقدار غم انگیزه، و توی فیلمی که اینا درست کردن که حالا با هنرپیشگی آنتونی هاپکینز و اما تامسون رو فیلم برداری کردن، ولی بعد لحظه آخر اینو سانسور کردن، گفتن دیگه خیلی احساسی هستش این قسمتش، که آدم یه حدی برسه که حتی خودش اشتباه خودش نتونه مرتکب بشه، اگر اشتباهی هست اشتباهی کسی دیگه هستش. و انتخاب باتلر توی فیلم توی کتاب به خاطر همینه، یعنی شگورو میگه دلیل اصلیش هم همین بوده که میگه ماها همگیمون یه طورای باتلریم، یعنی تو هر سیستم هر شغل و هر حرفه‌ای که داریم ما یه قسمتی هستی از اون چرخه بزرگ، یعنی هر کاری که داریم میکنیم برای پیش روی اون سیاست‌های بالاتر هست. یک در قسمت پایانی کتاب یه دیالوگ قشنگی داره استیونز با یه پیرمردی که توی ساحل باش آشنا میشه، پیرمرد میاد باش صحبت میکنه، استیونز از سر ناچاری پاسخاشو میده، متوجه میشه که قبلا پادو بوده پیرمرده. این میگه بعد از اینکه صحبتایی میکنن برمیگره میگه که خب ما هر کاری کردیم کردیم، ولی بهترین قسمت روز موقع عصره، دوران بازنشستگیه، ما زحمتمون کشیدیم، حالا فکر میکنم بهتره که بیایم و از اون موقعیت بازنشستگی استفاده کنیم و لذت ببریم. این کلمه بهترین موقع روز عصره، هرچند در داخل کتاب شب مطرح شده، با توجه به کتاب خانم تمتون و راهنماییشون تا شدم کلمه عصر کاملا مناسب تره، کلمه خیلی دلنشین و جذابی بود برای من. یعنی میشه اواخر دیگه عمرش. آره دقیقا، این یکی از زیبایی کتاب برای من همین بود، این سبکش که تیکه تیکه خاطرات میاد، از کاری عادی میرسه به تاریخ، روابط شخصی خودش، و آخرم که داره باز دوباره نگاه میکنه به گذشته و زیر سوال میبره خیلی مسائل و اعتقادهای عمیقی که داشته. من توصیه میکنم که اگه تا حالا هیچ کتابی از کازو ایشیگورو رو نخوندین حتما بخونین، و این کتاب رو شما من توصیه میکنم که حالا جایزه بوکر هم برنده شده. حالا من خودم دیگه فکر کنم یواشاش دارم از طرفدارای خیلی سفت و سخت کازو ایشیگورو میشم، کتاب دیگه هم از ایشون گرفت خریدم، The Buried Giant، که اگه آقای طولی اوکی رو بدن اینو این رو هم در موردش ما در آینده صحبت کنیم، هنوز مشغول مذاکره هستیم. و یه کتاب جدیدشون هم که همین چند ماه پیش آقای ایشیگورو نوشتن و به چاپ رسیده، کلارا اندسان فکر کنم اسمش باشه، اینم خیلی سر صدا کرده، چون من اخبار ادبی رو توی بیشتر روزنامه گاردین میخونم، اینم از کتابایی هستش که خیلی در موردش دارن صحبت میکنن و به فارسی هم ترجمه شده. تا کتاب بعد. تا کتاب بعد.